¡Ay, la gelina va! همه سهر با صدای دعا و قرآن بیدار میشن، ما با صدای نوادگان یان تسیکیان. یا خدا بابا، بابا پنجلی خان بلند شو بابا جان، سهره بلند شو. نازه سهره بابا جان، سهری بخون بعد نماز. نوزه آره خب بلند شی یه چیزی بخوری بابا جان. پشو پشو بابا پشو. زربامیه بیا با میاس بلند شو بابا جان. یا الله یواش بیا یا بابا جان. ای خدا خدا بگم چه کارت کنه، معبد شاولین درست کردی اینجا. عرسو سهره بلنشو بلنشو خواب میمونی. بلنشو اینو خیر صفته دی بلنشو بلنشو. میخوای چکار کنی؟ چوچانگشون نجات بدی؟ زنمه، پره تنمه. بله کن آقا جان، میری زنه رو نجات بدی، خودت میری زیرا؟ برو جان پیره مرد فراشی ها. تو که تایتانی بازی داره بردی، برو نجاتش بده دیگه. آقا زن حساب، داریم صحبت میکنیم، میام دیگه. راهل، 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 اومدم بیبی. راهل، راهل، من از کجا میخواد بیاری بیرون؟
از بالا دو میام داخل. من اینجا نجات دادم بیبی. کوسی حساب فکر پای من بکنی دست نجات زلم بر میدارم. راهل بیبی نگران نباش نجاتت میدم. دستان بیرون آبه، اینا رو دیگه نمیتونن بخورن. با همین دستان نجاتت میدم. اوه سوری بیبی، با یک خاله دیگه نمیتونم کاری بکنم. همیشه در غرب نداشته ای من. پدر عزیز، میدونی چرا این کله رو آب بود؟ چون این کله انقدر توکه که کوسم عبا داره اینه با خوش برداره ببره. این چایی هم که نگده که به به، سلام سرکار خانم سعادت، خوبی موجم؟ صدای چی بود ما؟ گمونم ارسطو باز داره خواب میبینه. ای خدا کنه این برادر زنش بیدار نکنه که اینه اینه جارو برقی میمونه. موجم ببین چه حلیمی برات گرفتم. گفتم فردا تو رو روزه نبره، حلیم دم دلت داشته باشه آقا جان. به تو شورا کارت حساسه. شما دست به سیاسفید نزن، بفرمایید. بفرمایید من همه کارا رو انجام میدم. چایی شما رو شیرین کنم من. دوتا خوب آقا جان؟ نکن. خورما چی؟ پس یه خورما رو بگیرم من پنیر بدم. نه بچه، شما برو بچه ها رو بلند کن. با من قهری آقا جان؟ دقیقی میخوایی من نرم شورا؟ چرا؟ به خاطر یه درگیری مختصر. شما بخوایی شورا نری؟ درگیری مختصر؟ مختصر؟ درگیری جانتو مختصر؟ نقی ده تا شهرمیرزادی و علی آبادی ریختین، هفتش تا چینی رو به قصد کش زدین، جاده اصلی رو بند آوردین، پلیس اومده، نیروی انتظامی اومده، وقت تو میگین درگیری مختصر؟ من اصلا درگیر نشدم هما جان عزیز من. شما اصلا آثار درگیری در من میبینی؟ یارو صد با شکای من مشت زد، مثلا هیچی به این نگفتم. ای به خاطر تو نبود، تو تو شورا نبود، این ریز ریز میگرم من اونجا. اونجا اصلا من بچه بغل من بود، چجوری میخواستم من دعوا کنم؟ بچه رو که 7-8 ساعت بعد خونه همسایه‌ها پیدا کردن. نه خب اون که تقصیر رحمت بود، من بچه رو دادم بغل این، رفتم جلو دعوا رو سوا کنم. بعدم هماش اصلا به ما ربطی نداشت. این دو تا چینی اینا تریپ بروسلی برداشتن یعیو کردن، اونام تا میخوردن اینا رو خودک زدن. دقیق، من میگم چرا تبعات کاری که انجام میدی رو در نظر نمیگیری؟ 50 سالت شده نقیق. 40 سالم هماجان. دو تا دختر بزرگ داری نقیق. هماجان این دختر بزرگا رو این میگی، من هی فکر میکنم اینا میخوان عروس شن برن شوهر بگیرن. اصلا حرف عروسی اینا نیست که. اصلا تو نصف شبی پاشادی رفتی قصال خونه سرطن تو بشور ازت فیلم بگیره؟ فکر آبروی منو نکردی تو؟ هما جان اون که یه چیز کوچیکی بود بین من و با او، من باید روی اینه کم میکردم، باید دهنه اینه گچ میگرفتم که گرفتم. بعدم اونم در همین راسته بود، در راستای تحقق شعار شما که حرف مساویس با عمل. به خاطر من این کار کردی؟ جان تو به خاطر من؟ بخاطر تو. نه به خاطر من دیگه هیچ کاری نکن لطفا. همین هما؟ بله. چشم. این با او منو کلافه کرده نقی جان. به با او چه ربطی داره؟ من چه میدونم؟ میگه من دعوا رو قائل دادم، من خط رو به خیرش کردم، من نذاشتم اینا برن شکایت کنن کار به کلانتری بکشه. هما جان عزیز من، این مردی اصلا داره دروغ دوان سرم میکنه. من خودم رفتم سرکله شمیرزادی و علی آبادی یارو ماش کردم، از اون ورم چینی ها که صاحبکارشون بلند شد اومد با پس کردنی اینا رو آروم کرد. شما هم که خودت اومدی نیرو انتظامی هم به خاطر شما ما رو بخشید. این دیگه من نمیدونم. ببین این تنش میخوره، من باید اینو درستش کنم. قبول داری اینه؟ نه من برای این دارم. من الان دارم به تو میگم دعوا نکن، باز میگی براش دارم؟ همین کارا رو کرده دیگه. الان واسه من پیغام پسخان فرستاده که نمیدونم شالی کوبی من مجوزش تو شهر با او. یعنی چی؟ بله تو شهرداری مسئله پیدا کرده، شما بیا برای من درستش کن. ما یه همچی کاری نمی کنی یا نقی من... من دارم تو رو چی میگم یه همچی کاری نمی کنی؟ من تو شهرداری هم، من تو میگم... شورای شهر هم میکنم. این تا کار بابا رو راه ننداخت، قضیه مادرش اینا جفت جور نشه، شما هیچ کاری براش نکنید. نقی من تو شهرداری هم اصلا. من تو شورای شهرم، کاری از دستم بر نمیاد. تازه من کار غیر قانونی هیچ وقت نمی کنم. من دارم حرف دیگه میزنم نقی. میگم خواهش میکنم مواظب رفتار و کردارت باش. چشم. من الان قضیه‌ام فرق کرده، من دیگه آدم معمولی نیستم. خواهش میکنم. بله شما آدم معمولی نیستی، من آدم معمولی هستم.
شما با بزرگان میپری. نقی من چرا شما نه سری تو سرا داری تو شورا هستی. نقی من منظور من مایه سرفکنده بود شما. نقی بلنش رو بیاییم بابا بچه رو گرفته به من نمیده. بلنش بابا آخر شما این چینی ها رو بیدار نکردی. نه بابا بده من دیدی بچه رو گریه انداختی؟ برو بابا جان برو سحری بخور. آروم برو زود بیا بامیه بخور بابا جان. بامیه؟ آره بابا جان. پرسو پرسو آره پرسو پرسو چرا اینجا نشستی؟ بلند شو بلند شو این دامن شلواری رو درار یه لباس درست درمون بپوش بیا سحری بخور انا عزا میزنه. بلند شو بلند شو نقیب. آقا نقیب یک خوابم خیلی بدی دیدم. خواب وحشت نشدیدم. چی بود؟ خواب دیدم هواپیمای رایل خدا بیاماز سقوط کرد توی دریا. من رفتم این نجاتش بدم. ما این تو شنا ولدی. آقا آقا که اونا شوخی کردم. آقا این موقع شب سحر داری شوخی میکنی. صد بار تو رو گفتم در این مورد به خصوص من سوژه قرار نده. حرفت بزن. خیلی خوب خوابت بگو میرم. خواب دیدم راحل خدا بیامرز دو تا کوسه دوره کردن میخوان اینو بخورن. خب یک مرتبه من دید گفتش که ارسطو منو نجات بده. من گفتم همونجا واسم الان میام تو رو نجات میدم. این دو تا کوسه صدای من شنیدن برگشتن اونو ول کردن برگشتن سمت من. منم برای اینکه سمت اون نرم جهت عکس من شنا کردم رفتم تا اجای این دو تا کوسه به من رسیدن دیگه. آقا رسیدم به من دیدم این کوسه شروع کرد از نوک پنجه پای من شروع کرد بخوردن. نوک پنجه رو گرفت زد باز دیدم من شنا میکنم باز دنبال من اومدن باز گرفتم مچ پای من گرفتن باز دیدم من شنا میکنم ساقو زدم باز دیدم من شنا میکنم زانو رو زدم باز دیدم من شنا میکنم رونو زدم باز دیدم من شنا میکنم تن و بدن منو زدن باز دیدم من شنا میکنم. آه خلاصه هر کوسه یک قسمت از تن و بدن من گرفتم. آقا تایشی بگو نجاتش دادی یا ندادی اینه بگو. همینجا دل من از این خونه که من رسیدم به من رسیدم به رایل خدا بیمارد ولی دیگه تن و بدنی برای من نمونده بود که این نجاتش بده. بلنشو بریم سهر بخونیم زشت. آقا من دیدم دیگه این قدرت بدنیش تموم شد دیگه دیگه خدا بیمارد داشت میرم به عمق اقیانوس. هی من صدا میکرد هی من صدا میکرد هی من میگم ارسطو من این هی صدا میکردم راهی خیلی ارسطو راهل ارسطو راهل. خیلی خوب پاشو بریم سحر بخونیم. پاشو آقا تعبیر این چیه؟ آقا نقی لا اله الا الله. آقا این تعبیرش اینه که به نظر من تعبیرش اینه که راهله ایشالله با امید خدا جاش تو بهشته جاش درسته اوکیه. فقط نگران شماست که اینقدر عزاداری میکنی ریشت بلند کردی موت بلند کردی عزاداری زیاد داری میکنی اونه داری ناراحت میکنی. اون دوتا کوسه هم که تعبیرش مشخصه دیگه دوتا برادر زنه شما که الان اون بر این خرس افتادن اینا شما رو دارن میخورن ریز ریز دارن شما رو تموم میکنن. تموم شد رفت. بلنشو بریم سحر بخوریم. آقا مرد حساب من هر خوابی دیدم شما همین تعبیر روش گذاشت دیگه. همینه دیگه همینه. همینه دیگه چی همینه دیگه. بلنشو الان عذاب میزنه. بلنشو بلنشو
راهه 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 حلیم خوبی گرفتم. نوشه جان بفرمی بفرمی. یعنی همون جان ساعت اتمی نمیتونه انقدر به ثانیه دقیق باشه که اینا اینقدر دقیقن. سر افطار، سحر، شام، عصرانه، نهار، دقیق دقیق باشه. بله هیچیز با شما نیستم. شما میل کنیم بفرمایی بفرمایی. نه ما میتونیم بدیم هان، نه میتونیم بگیم چی. من نمیدونم آدم اسمش رو برمیداره هانو چی میذاره. بله هیچی فهمتون میکشه برای من. یعنی اگه یه برادر داشته ماهد میذارشن چرا داداش چگونه یه ذره فارسی اینا رو حالی میشه. ها بله سلام خیلی خوب اینا خیلی خوب میخوابن، خیلی خوبم به موقع بیدار میشن. کلن چیه آدم های سرخیزی هستن. بعد سرخیز برمیدارم برای غذا. نخی بعد تو رو خدا غذا تو بخور دیگه. بابا جان بخور شما. بله با شما نیستم. خوبم؟ نه چشم اینا اینجوریه. هیچی با شما نیست. چششون تنگه یکم. اینا چشم تنگ دنیا دوستم که یا آقا اینا میفهمن چی میگه. بهشون بر بخوره. آقا از اتوبان چه خبر؟ بزرگ را گود اقدار گود چرا گود نباشه؟ چرا گود نباشه؟ پول دلاری میگیرین یا میزنی پرشالتون و گودن در گودی؟ آقا چرا مطلق میپرانین؟ اینا که بند خدای مورچه بار دارن کارشو میکنن که سر جان ما سارانی کار نداشتیم. اینا آزادرای تهران شمال رو دست گرفتن. حالا ما تمام میکردن دیگه. چه حرفی میزنی تو؟ نگاه کن تعبیر خوابته ببین. جان من تعبیر خوابته ببین. ببین چی جوری داره بربری رو میزنه تو تونل؟ نقیقا تونل چیز؟ بزرگ راه هست، اتوبان، تونل درست کردی. تونل ها رو شما دو نفر درست کردین. بزن تو تونل اونو. نقی جا اینا کارگرن ها، تقصیر اینا نیست که بزرگ راه پیش نمیره. مقصر همون پیمان کارشونه. بابا جان بخور دیگه. روزه. خب روزه ای بهت الان بخوری. بخور بابا جان. بیا شاید با خورما بخور، خورما گود. آقای چی؟ بله؟ آزاد راه، تونل. تونل کی تمام می شود؟ سه سال دیگه تمام میکنه. آقا سه سال دیگه خودم میفهمم که داره صحبت میکنه که. فقط یه مشکلی هست، هر سال اینا یعنی مطابق بر 10 سال ماست. یعنی این طفلک ها باید 30 سال دیگه زحمت بکشن. خیلی زحمت میکشن. ایران گود 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 ایران گود. بابا جان چرا نمیخوری؟ دوست نداری؟ روزم گوشه کیه؟ الان باید زنگ بخوره؟ خیلی خوب. اما بهبوده با دوتا بچه فیل بهبوده ببینم. اوه اینو چرا برای من نفرستاد؟ اوخه نگاه کن چی نوشته. در پارک ملی کنیا با دو بچه فیل دوغلو به یاد سارا و نیکا. بده منم ببینم. بهبوده بهبود هزمند دختر خاله من شوهر منه فهیمه. این رفته اونجا ورک هزبنشه. آفریقا ورک فیل ورک ورک کنه. آره اینقدر لونگر شده. با این اسفنج دیگه آب کشیده. آره جونش رفته. سیاه سخته شده پسر. این فکرش میکرد
از علی‌آباد، از شیرگاه بلند شه بره اونجا شاخ آفریقا. یه تیر چجوری واسه این نون کرد. آقای چی؟ آقای هان نگاه کنی؟ مردی رو نگاه کن، هازبند اینه؟ این از اینجا بلند شه رفته شاخ آفریقا، داره زحمت میکشه، عرق میریزه، کار میکنه. تو رو به حضرت تباس تکلیف اتوبان روشن کنی، تهران شمال اینه تکلیف روشن کنی. ممنون. مریال چی گیری دادی به این نسا؟ هیچی. بله. ای بابا یه چه نمیتونی میگیم. بخوام. چه رو حذف کنین آقا؟ آقا کل سر میگم چه گیری دادی به این آخه؟ همینجوریه که 20 سال این آزاد را تموم نمیشه دیگه. آقا مردسا خیلی واضحه اینا 3 روز مرخصی گرفتن اومدن خونه خواهرشون. بد کاری کردن، کار باطل کردن؟ نه شما بفرمایید، اینا کلن مرخصی هن، یه روزایی هم اون واسطه میرن سر کار بیکار نباشن. اینا پنیر منیر همه زمین آسمان بلوخ و مراد همه گودن در گودن که گود. آقا اینا رزمی کارن ها. خیلی کارت زشته نقی، آدم از مهمونه ای آمار غذا رو نمیگیره که. نه بابا جان من میخوام همه چی خوش باشه، گود باشه که اینا یه وقت بهشون بد نگذره. یه وقتی میخوای برن سر کار دیگه ها؟ نرن؟ داداش جان، مهمونن، آدم مهمون بیرون میکنه؟ چی؟ بله؟ نه باشم هیچی باشم. بله ای بخوریم با شما نیست. مهمان اینا از من و شما مثلا خونه تن هم، خونه خوهرشونه. نه عزیزم من اصلا کاری به این کارا ندارم، من میگم فردا یه جوری بشه اینا رو زودتر رایی بکنیم. اینا اینقدر یک هفته هستم که آزاد رو جلو ببرن، خودش یک هفته هسته. فردا بازگشت چالوس. چالوس گود. آقا قشنگ سهر بخوریم، نماز بریم مسجد، شما اونجا یه نماز بخون، سرتن سبک بشه، یه دعا بخون برای زنت، خدا قرین رحمتش بکنه رویشه، بعدم شما اینقدر دیگه کابوس نبینه خواب بپریم. آقا الان موضع شما چیه؟ بله؟ نه با تو نیستم. هیچی. بله. شما نیست. سر گرفتم شما. بله. نه. ای بابا. آقا شما فکر میکنی الان زن من رایل خدا بیامرز به رحمت خدا رفته یا زنده است؟ اینو مشخص کن. از اولم گفتم زن شما به رحمت خدا رفته. شما برو سیات درار، ریش و موت بزن، تمیز اصلاح کن، ضمناً به اینام حالی بکن که برادر زن وقتی معنا داره که زنی وجود داشته باشه. من تا زمانی که تو این خونه باشم اینم باید بیام. نیستم که من با ایشون آشتیم، ایشون رفته این ور اومد نشسته گفته من اینا رو سول دادم با هم. مثلا دعوا نیست که، یه چیز دیگه است. شما برو من خودم میام. شما بابا برو من میام. منم میام. چطوری آقا رسول؟ باز هم سید الخوی خواسته قبول باشه ابوالحق باشه انشالله. قیافت عوض شده اما دیدم نشتاقمه خانمت فوت کرده؟ بله البته هنوز قاطی نیست، پنجه یعنی چه در مغزی شده؟ تو کما هست؟ آقای شما هست که بلکل در جریان ماجرای خانم من نیستی نه؟ نه بچه ها نشده دادن گفتن این عرصه عامله. ما گفتم اون که همیشه چیتان بیتان میگه هست چرا این ریخته شده؟ گفتم خانمش فوت کرده. بله گفتم البته هنوز قاطی نیست، پنجه اخ عباس معصومیه؟ نه اون پنجه بسیگه هسته؟ کدوم عرصه؟ دیدش پرستی؟ اون که منم که جهنده لا باش ای خدا گات من تفاجه نمیشم یعنی رفته مادر شما رو گول داده؟ آقا صفر نون سوال صفر نون مادر من گول داده دستش چی بگم والا من نمیدونم این گول از کجا برداشته آورده بعدم چش من رسیدگی میکنم امر دیگه ای باش نهری جان پس میگم فقط گول نیست چی رسیدگی میکنی من میگم تکلیف رو روشن کنی بله ایشون میخواد تکلیف مادرش روشن بشه آقا درست نیست برید خودشون چای بخورید اسم مادرش هم بذارید بعد هیچی به هیچی
نمیشه. آقا ما چه اسمی میشیم به مادرش؟ جان بالاخره دیگه آقا الان دیگه فک و فامیل در همسایه همه میدونن اومدین خواستگاری مامانی من. اولا که ما مهاجرت رسانه‌ای نکردیم. ما پسر خاله من عزاداره، ما اصلا از خدامون بود هیچکی نفهمه که ما واسه پدرمون رفتیم خواستگاری کردیم. دوما که مادر شما یه شرط و شروطی گذاشت که معذرت میخوام برای سالانیکای من خواستگار میومد، این ما این شرط و شروطی رو گذاشتیم. اونا رو حلش میکنیم. موضوع اینه که مادرشون یه خواستگاری دیگه داره. جان؟ آره دیگه نه جان، ببخشید البته تهرانی هم هستن، پولدار هم هستن، ولی خب از اونجایی که من خودم دوست ندارم مامانی من از من دور بکنن، این دیگه بودیم اول بیام شما تقریبا مشخص بکنیم. والا بنده چه عرض کنم، شما مادر شما سلایش بهتر از هر کسی میدین، ولی من دارم میگم که اینه به راه دورش ندین، به حرف زورش ندین، به کسی بدین که کس باشه. آقا یک مرتبه میبینن آقا این سید که شما بشه این هواپیما بالکل از صفحه رادار محو بشه، دلیل سقوطش معلوم نیست که این نقص فنی داشته یا ندون به موشکای آمریکایی اینو زدن یا موجودات فضایی اینو هواپیما رو که بالکل برداشتن بردن که بردن، معلوم نیست چه کدومش. آخ یعنی جنازش هم دویدون ندادن؟ آخ نه، ولی من فکر کنم اون موجودات فضایی که هواپیما رو هم دوزیدن شاید خورمیدم دوزیده باشن، از کجا معلومه؟ بله شاید نه آقا نه اون هواپیما سقوط کرده رفته پایین تو دریاه. میدونم ولی آفتاب نزده روز من سیاه کردی سید. نگاه کن خود روز این پسر رو ببین، ما منزل این بشر ساکنی به دلایل، میشه تو منزل این مجلس گرفت؟ این چرا دست بردار نیست؟ الان 7-8 ماه گذشت که چی بگم والا، ما هم یه جورایی پاسوز اینیم دیگه، مادر شما پاسوز همین ماجراست. جان به جان خودت دارم جدی میگم، نفکر کنی برای مامانی من میگم، اینم هم یه افسردگی میگیره، یه جوری قضیه رو جمع کنید بره دیگه. چی بگم والا، باید خودت یه فکری بکنی نقی. مامان جان یه دارم جان، خبر از شما دیگه؟ خبر از من ناکرم. آقا جان میخوای امشب من بیام خودم بیام؟ نه خیالت راحت، شما برو فقط تهران رو کنسل کن. نوکرتم مامانی. آقا قضیه تهران چیه؟ قضیه تهران، میخواست بره تهران، گفتم نه. برای چی بری تهران؟ شنیدم برای چی. حالا ما رمزونه دیگه، بره تهران چیکار کن؟ بابا کجا میری؟ قبول باشم. بابا جان یعنی گل آیا ببخشید. چند تا خانوما اینو دوره کرده بودن، التماس دعا داشتن. دیدی میاد؟ من یاد قهرمانی خودم میندازه، خیلی اومدن به من گفتن که یه کمکی یه چیزی، بالاخره درخواستایی داشتن، آدمم روش نمیشه روی اینا رو زمین بندازه. مثلا کی آقا نقی؟ خیلی ها، هزاران اندر هزار. نه کی مثلا؟ خیلی ها. آخه من چیز نیستم، حزب نمی کنم. نه مثلا یکی از این هزار اندر هزار بگم، من میخوام دونه من بیشتر بشه. اصلا من اگه اسمشون رو میدونستم درست نیست، سلام نیست بگم. بگو من میخوام بدونم دیگه. آقا میخوام اطلاعات درست نیست، من برای چی باید بگم؟ نه آقا چرا بچه حرف میزنی تو؟ من میگم آقا مثلا الان که هما رو دوره کردن، اون موقع شما قهرمان شدی، کی اومد شما رو دوره کرد؟ حالا منظور چیه؟ نه من نادان آدم میخوام بدونم. نه من نادان آدم، ببخشید معطل هستم. نه چه خانه نشته اونجا. بیا بریم. برو بابا جون. چخان علکی میکنه دیگه. مامان جان چی میگفتن این خانم ها دوره کرده بودن تو ره؟ هر کدوم یه مشکلی داشتن دیگه. یکی جلوی مغازه شوهرشو تیغه کشیده بودن، انگار جوازش مسئله‌ای داشته. اون یکی هم اتاق می‌خواست واسه خیریه. خیال می‌کنم من شهردارم. چه میگم بابا، من عضو شورای شهر، من کاری نمی‌تونم بکنم. مامان جان باید یواش یواش عادت کنی دیگه. دو روز دیگه، سه روز دیگه، چهار روز دیگه تو می‌خوای نماینده مجلس شی. میدونی اینا هی زیادتر میشه، بیشتر میشه، بعد عادت کنی یواش. مسخره میکنی منو؟ نه جان تو، نماینده مجلس. جان تو مثلا افقای بلندی رو برات سلام آخره. افقای بلندی رو برات دیدم. من از حالا به فکر رئیس جمهور شدن تو هم. یه خنده میکنه. جان تو میگن. خاورمیانه اولین رئیس جمهور.
چرا که نه؟ باشه بابا، ماما رئیس جمهور میشه؟ بله، چرا نشه؟ جمهور کی فکر میکرد همای سعادت تو امتحانات شورای شهر قبول شه؟ امتحانات نه، انتخابات. حالا هرچی، کی فکر میکرد؟ شوخی خنده دیگه بس دیگه، یه ذره حرف جدی بزنی. بابا جان، شما که عقلت از همین بیشتر میرسه به پدر بنده بگو که گل دادن به خانومی که هنوز باش محرم نشدی کار درستی نیست. میدونی بابا داره میگه که یه سری کارو برای سن سال شما مناسب نیست. سن سالت بده بابا جان. نه بفهم زنم، نه فهم. بابا جان بذار محرم بشین، هر روز به خانمت گل بده. آره دیگه، اصلا خوب آدم بزنش هر روز کادو بده ها. آره آره، ما هنوز عزاداریم، اصلا حرف زدن درمونش هم نادرسته. الان مردم دست به کمر ایست کردن خفت و خطایی از ما سر بزنن اینو بگیرن دست. آقا یعنی ما هنوز عزاداریم دیگه ها؟ نیستیم؟ نه عزادار که هستیم، ولی من میگم یه ددلایتی چیزی چی؟ همین پنج به علاوه یک میگه یه ددلاین چیزی برای ما بذار که ما بی خود مردم اینا علاف خودمون نکنیم. سب کن آقا، من بارها گفتم الانم جلو جمع میگم، شما میخوای سیات هستم دراری درار خیلی راحت. خیلی ممنون که تا الان به احترام من سیات هستم در نیوردی، عزاداری کردی همون نرفتی. آقا شما بچه داری صحبت میکنی؟ زن شما این ناموس منه، این حرفو چی داری میزنی؟ این خواهر من میمونه، ما باید سیاه میپوشیدم. ولی شما یادت باشه من تا سال مادرت این پیرهن سیاه را اصلا در نیاوردم. سال مادرت آقای ددلایت. اخ نخ ارسطو، سرخاله ارسطو، یه دقیقه وایسا. سر خوب؟ من خوبم، من خوبم. میدونم یه دقیقه وایسا بگیرم. کجا داری میگیده بابا؟ من خوبم، من نمیام. خیلی خوب بابا جان. بابا دیگه گول نری بدی آقای، با اون ناراحت میشه. خب نه شم به خاطرات هم اینو از من نگیری، غم دورست بودن که بی بالو پرم کرد. بفرمایید خانم سعادت. بفرمایید آبجی جان. سلام خانم سعادت. بفرمایید. سلام آقا، سلام آقا، بفرمایید. سوار شید. بفرمایید. سوار شید. گفتید آژانس میاد که مزاحمشون نمیشه. چیزا مزاحمت یعنی چی؟ خب رحمت دیگه، رحمت که از خودمونه دیگه. تو ده تا میخوای بری، ده تا میخوای با آژانس برگردی، مگه شورا چقدر میخواد به تو پول بده؟ نه بچه، من که گفتم میرم سر کوچه خودم با تاکسی میرم. کار یکی دو روز نیست که هر روز من باید این راه رو برم. استاد مشکل نداره که، از الان به بعد من با نقیشون کار دارم، داریم میریم کارمون هم انجام میدیم، سر راه شما رو میندازیم پایین دیگه، مشکل نداره. بفرمایید شما چیکار دارین؟ اصلا من حساب میکنم، سر برش پولش از آقا نقی میگیرم، قیمت پرایدی هم حساب میکنم. خوبه؟ اصلا بحث پولش نیست، خوب نیست من با ماشین شاسی بلند برم شورا. یعنی چی؟ به کسی چه مربوطه؟ به من رأی دادن، اعتماد کردن که مشکلاتشون رو حل کنم. الان فکر میکنم من خودم مرفه بی درد درد نکشیدم. اتفاقا برعکس، میگن یه آدم شکمش سیره هیچ وقت دل دزدی نمیکنه. سوارشون بریم گیرشون. اصلا مگه تو شورای شهر پولی هم هست که بشه دزدی کرد؟ نه پول نیست، ولی یه حرکاتی میشه زد که من خدمت شما عرض میکنم. سوار شیم بریم بابا، بریم. بفرم نه عرص رو پیداش میشه. یا الله حواس من هست؟ چشم آقا، من دنبال کاری میگیرم. بنفش خواه شب من نمیام داداش، تو برو داداش. آبجی ببخشیش، صدای زب شما رو از یه نمیخونه؟ نمیشیش، باش خدا حافظ. آقا رحمت میشه انقدر بوق نزنه؟ شرمنده شبایی داری میبری، عروس که نمیبری. میفرمادی نقی داداش چی بابا؟ میگه که یعنی مادر مانو بگیرین تکلیفش روشن کنه. خب اصلا نفهمیدیم اینا حرفشون چی هست؟
بالاخره میدم به بابا زنه، نمیدم به بابا زنه. میدن به بابا زنه، ولی من هما جان چقدر به شما گفتم این مرد پدر من زن احتیاج نداره، سر پیدی نمیخواد این زن بگیری. نمیدن دوباره شروع نکن دیگه، خودت میتونی یه چیز بره تو کله بابا، دیگه نمیشه کارش کرد. بعدم رفته، بعدم رفته خواستگاری دیگه. الان این خانم زلیخا با شرط شروط گذاشته. بابا اینا رو دست به دست هم بدین سر پیری برن از تنهایی در بیان دیگه. اصل ارسطوی اون تو از عزا در نیاد ما کاری نمیتونیم بکنیم. طفلک که حرفی نداره، خودش گفت سیاتونم در آره. بابا جان حرفی نداره؟ این حرفی شما میگیره گفت، ولی از اونورم برگشت گفت من تو سال مادرتو مشکی پوشیدم. نه یعنی چی؟ تکلیف روشنه دیگه. نه جان اون سر کلکل با تو یا یه حرفی زد، منظورش نه. آقا من این آدم بزرگ کارم، من نمیشناسم چی داره میگه. اصلا تمایلش به نبود، لعنش یه جوری بود تمایل به نداشت. میگم داداش حالا شما یه بار نباش ما این سوال بپرسیم. با این تو رو درواسی خودش گیر کرده، اینو باید در مقابل عمل انجام شده قرار بده. شیطون میگه من فندق بزنم آتیشه بگیرم زیر کله و ماله عمل رو جد بدم. آقا نگاه کن من شبیه رابینسون کروزه درست کرده. آقا نمت میشه نگه داری همینجا من پیاده میشم. آجی شورا مونده؟ میدونم تا شورا مونده. خودم میدونم خب پیاده برم. چی جلو نگر واسه اون مسائل ها؟ شعر من بزن کدوم مسائل؟ سیاسی و اینا. فقط نقی جان یادت نه راه سارا میکس از 11 که عباس من حساب جی برو بخیل راه برو از کنار دیوار میری مواظبی کیفت هم بگی سمت دیوار چشم خدافز مواظب باش خدا خدافز خدا نگهدار نرو 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 ایش کن زنم بره مواظبش باشم آب جی شیشی کلاسه؟ دفاع شخصیه دفاع شخصیه گرفتار که این زن خدا بیامرز عرصی موره اینا رفتن کلاس خالات مارتی یاد گرفتن الان صحبت میکنی دختر انقدی پاشو بلند میکنی میزنی گیجگاهی تو نقی جان داداش آقا رحمت بیرا نمیگه میگه چهار تا بزرگتر فامیل دوره هم جمع کنیم بتونیم یه جوری عرصه رو متقاعد کنیم تو عمل انجام شده قرار بدیم تا آخر شیطان بیاد پایین میشه؟ خواهر من کدوم بزرگتر؟ بزرگ این منم دیگه هد فامیل کیه؟ من دارم صحبت میکنم دیگه من همینجا پیاده میشم داداش همینجوری پیاده واسه خودم میرم چاشمه بازار کاری نداری؟ آبجی جان بله بله نگاه کن از کنار دیوار میری کیف سمت دیوار دیگه باش برو با امید خود میگم داداش قنبر دایرم نمیتونی بگی بیاد با این حرف بزنی؟ من قنبر صداش کنم چی بگم آخه قنبر من یادم دایی سال 72 73 یه پیرن خریده من خدمت میرفتم اون موقع بهش دادم هنوز داره همون پیرن میپوشه حالا میره پیرن بخره ما رو از عزا دراره اسکی دراره برو من دیگه جای قد نمیره برو روز قشنگی داشته باشی برو خدا نگهدار آبجی خب داداش نقی سر خره کش کنیم کجا بریم تو گفتی که داداش تو بوتیک داره رامین بوتیک داره تو شهر مغازه سبر جان من اینو میبینی؟ تن این خون انداز که تو این کلیکا میپوشن اینو من از اینجا گرفتم دستمال خدا تو من مایه اینه ها داداش برو بوتیک بغل کن داداش برو بریم داداش ببینیم چی میشه داداش این برادر خانمای من سلام حال شما خوبید سراب جان من الان چند وقته میخوام یه چیز به اینا بگم این زبان من الکنه نمیدونم چجوریه نمیتونم قشنگ اینا رو حلی کنم شما اینا رو قشنگ شیرفهم کن من چی میگم بهشون من نوکرتم هستم ارسطو جان امر بفرما نوکرتم آقا بگو که آقا اینقدر نه یا این الکی اینجا بیایم بریم نقی شک میکنه آها باشه ارسطو سید نقی داوت واز جاست گات ا تیور تو گو اند تو کام اوکی آره دیگه بعد تموم شد همین بود آره بعد بهشون بگو که آقا رفت و اومد و دیده بازدید 10 روز یه بار نه 7 روز یه بار هفته یه بار دیگه هر روز که نمیشه شما بیاین برین که And he said if you want to come here you can come in 1 in 10 days or once a week okay don't come every day okay اینقدرم توی شهر تردد نکنی نقی مثل کرم همش توی شهر وول میزنه یه دفعه شما رو ببینه این میفهمه شما از کار بیکار شدین بعد روزگار من سیاه بگو اینا okay He said, don't come in the city too much because Nagi is always in the city. And if he see you, he will understand you are unemployed from your job and the disaster is for himself. Okay? بابا، تموم شد. بابا، جایی به اون ترتمیزی برای شما گرفتم. بگیر همونجا بمونین دیگه. هی مثل کشتنمون میایم میرین، میایم میرین. نمیشه که. He had found a great job for you. You should stay there. And ارسطو جان، این کشتن بوده به انگلیسی یاد کردم.
کش تومون. او یس، یادم نبود اینا تومونشون کش نداره. اینا اصلا تومون ندارن، شلوار دارن. خب بگو آقا نیاین برین دیگه، مثلا کمربند و شلوار اینا نیاین برین، اینو بگو. اوکی don't go and back like a yo-yo, okay? Yo-yo, آره دیگه. Yo-yo, don't go and come. Hey, go, hey, come, go, مثل این yo-yo شلوار. ابو سارا. جانم احمد جان. مدت شما مال منه، مال منه. یه زمان میشه بگیم ما بریم. اخ بچه هست. حالا میام جا به جا میکنم. پس اینا رو قشنگ شیرفه میکنم. خیلی راحت باش ارسه جان، برو. گوش کنید ببین چی میگه. گوش، لیسن. اوکی. 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 آی ریپیت ایت. الو سلام پسر خاله، خوبی؟ سلام دختر خاله، حال شما خوبه؟ خواستی؟ چه عجب، ایشالا همشه به تلفن. کجایی شما؟ من الان خونه هستم، چطور مگه؟ آه، سر صدا میاد آخه؟ نه، جلو تلویزیون هم، صدای تلویزیونه، چی شده؟ پسر خاله، برادر زنای تو چه خبر؟ برادر زنامو که صبح رای کارم رفتن، اتفاق افتاده؟ آقا مطمئنی رفتن؟ آره، خودم در بس گرفتم فرستادمشون. چطور مگه؟ آها، من این بنده خدا رو دیدم، فکر میکنم آدرس رو گم کردن، میدونی؟ دارن از یکی آدرس میپرسن. کجای شما الان؟ من جلوی تلویزیون. ها؟ بله. آقا من رو پلم. ارسو چی؟ بله بله الان من رو پلم. سرخاله من واقعا از تو توقع نداشتم، اصلا من باور نمیاد. نه آره دختر خاله، من به شما توضیح میدم. آقا با زبون روزه؟ خیلی خیلی آز... خیلی خوب آقا، خیلی خوب. رد کرد الان میره به نقی میگه. آقا دختر خاله، دختر خاله بیا بیا. آقا اون به چه روزی میدازه شما؟ من میگم از اینا بپرس برای چی اینقدر معطلن، برای چی شرکت کار نمیکنه، داستان چی؟ از دیشب هر چی از اینا میپرسم اینا جواب درست حسابی به من نمیدن. که من ازشون پرسیدم. خب چی اینا میگن؟ شرکتمون تو دو سه تا مناقصه دیگه شرکت کرده. خب باید منتظر باشیم ببینیم برنده میشن یا نه. بهشون خب. گفتم باشین ما تا ما بهتون خبر بدیم. او یس، سخاله حالا نقی حق نداش، اینا رو گیر میداد حق داشت دیگه، اصلا نقی بو میکشه اینقدر زرنگه. آقا دختر خاله خودش هم بخوای حساب کنی، اینا باید بیان خونه خواهر خودشون تا تکلیف کارشون مشخص بشه، ولی از اونجا که نقی خیلی با اینا احساس خوبی نداره، منم گفتم زیر دست پا نباشن، یه جایی برای اینا دست پا کردم. حالا شما خدایی چیزی به نقیشون نگو، اصلا شطر دیدی ندیدی تا ببینیم تکلیف اینا چی میشه، یا بالاخره باید برن چین مملکتشون، یا اینکه کارشون درست میشه میرن سر کار دیگه. تا عاقبت همه رو بخیر کنه چی بگم؟ انشالله. رسو اجازه مرخصی. آقا دمت گرم، دست در نکن، خیلی زحمت کشیدی. خواهش میکنم. آقا راستی چی شد؟ آموزشگاه چی شد؟ لیسانس چی شد؟ هیچی دیگه، یه کوزه گرفتم، لیسانس زبان گذاشتم درش. الان اگه پشت فرمون نیسون آبی عشق دنیا رو داریم میکنیم. آقا ما همچنان دوستت داریم. قربانت. قربانت. گود لک. گود افترنون. موسکتم مرد. مرسی. آقا دست در نکنم. آقا ارادت همتون چیکار داری میکنی تو؟ برام عکس میگیرم ازش. آقا عکس چی؟ عکس تو الان میگیری؟ تاج مسابقه عکاسی گذاشته، گفته به بهترین عکس جایزه میدن. خب نادان آدم، این عکس که توی گوشی اینا میمونه که. خب برای من بلوتوث میکنن دیگه نادان آدم. آخه تو که گوشی بلوتوث نداره نادان آدم. خب نادان آدم راست میگیم، مثلا من اینو نمیدونستم. بیا لست نشو، بیا اینجا عمو جان، این بار رو بر خالی کن تو کامیون. آقا خالی کن، شما برشی برشی، شما خودتون حالت دست این قرار نده، این دیوونه است، مغز نداره. ببخشید آقا، ببخشید آقا رمزون، این دوتا طفل معصومه. باید سوار میکنی میبری کجا؟ در خوابگاهشون. چشم. قشنگ با احترام رو هوایی که ما رمزون هستش و روزه داری اینا، اینا رو گشتگی تشنگی ندیا. هر جا گفتن گشنمونه نگر میداره، هر جا گفتن تشنمونه نگر میداره، یکی یکی نوشابه چیزی دست اینا میدید. چشم.
چشم. رمزون هوایی رو داشته باشی آقا. چشم خیالت راحت. چشم رمزون احترام اینا رو نگه داری آقا. چشم رمزون سوتی ندی آقا. چشم نوکرت ما. سر شوخی با اینا با نکنی آقا. من زبون اینا رو میفهمم. چیز میزی ندی اینا بکشن آقا. سوخ زشت آقا. من پاکی دارم پایین بار کی بلند کرد. بریم آقا شینی برین شما. بریم یه اونجا باش با سوات. آقا ببین چینی سوار شین. بریم آقا. آقا 50 تومن دستی بده من. چاش 50 تومن بچی میخوای؟ آقا 50 تومن دستی میخوام از شما میگیرم دیگه. به شما ربطی ندارم 50 تومن برای چی میخوام دیگه. منو باز خواست میکنه. میخوام موتورم بنزین بزنم. آقا این موتور نهایتا 4 لیتر بنزین بگیره 4000 تومن. 46000 تومن دیگه رو میخوای چیکار؟ آقا چاش. عرسی جون چه؟ سود بردا بیا عرسی راستی این صابگاراش بایش کن بقیه بارا رو خالی کن ببر. خیلیم شاکی بود. باشه خودم باش صحبت کردم. برو شما بارا مر سر امضا کن برو. باشه چش. آدم پرهاشیه. هلو 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 ایوان هم تلفون من ببینم چیه. هلو بله با سلام رحمت شسی. چطوری داداش؟ شکرتم جان. من دارم میرم یک شنبه میرم دوشنبه. بله عرسو اینجاست جان. نه داره میره قایم شهر. داره میره پی دوستاش اونجا. افطاری دعوته داره میره اونجا. نذارم بره؟ چجوری نذارم بره؟ مگه این حرف منو گوش میده؟ نه آقا مگه اینکه بزنم پاشو بشکنم. نه آقا شوخی کردم. من چجوری اینو نذارم بره؟ این حرف منو نمیگیره. بذار ببینم چیکار میتونم بکنم. چشم خدافظ. رمزون کجا میری؟ پوش رمزون آقا آقا من اینو میتره کنم. حالا من چیکار کنم با این لگن؟ بنزین